سلام، خوش اومدید به این جلسه از کلاس درس. در ویدیو قبل با هم راجع به خودالغایی صحبت کردیم و نشون دادیم که نیروی محرکه الغایی در یک عنصر الغاگر در مدار، چه سیملوله، چه پیچه یا هر عنصر الغاگر دیگه که بشه تصور کرد، برابر هست با منفی ال دی آی به دی تی، یعنی تغییرات جریان نسبت به زمان با یک ضریب ثابتی که ادعا کردم ولی اثبات نکردم که تابعی هست از مشخصات ساختمانی اون عنصر الغاگر، میزان نیروی محرک الغایی مدار رو مشخص میکنه. اسم اینا هم گذاشتیم ضریب خود الغایی یا الغاییدگی، درسته؟ خب، کاری که امروز من میخوام بکنم اینه که ضریب خودالغایی سیملوله رو به صورت دقیق با هم حساب بکنیم بر اساس مشخصات مختلف سیملوله و ببینیم که آیا واقعا ضریب خودالغایی سیملوله فقط تابعی از مشخصات ساختمانیشه و مثلا ربطی به جریان عبوری ازش یا ولتاژ مثلا دو سرش نداره. خب پس باید بریم حساب بکنیم. خب اول از همه شما در بحث سیملوله، من مطمئنم یادتون هست که میدان مغناطیسی ناشی از سیملوله برابر بود با میو صفر ان ال اوم ضرب در آی که ان تعداد دورهای سیملوله بود و ال طول سیملوله، و اگر سیملوله من هسته داشت در این صورت بی برابر میشد با کی میو صفر ان ال اوم ضرب در آی. قبوله که این کی بستگی به جنس هسته داشت که برای هوا یک بود، اگر هر هستهی غیر از هوا داشتم بزرگتر از یک بود و اسمش بود تراوایی نسبی مغناطیسی، این تراوایی نسبی مغناطیسی هسته. خب اینها رو ما از مبحث مغناطیس یادمون هست، اگه یادتون نیست برید ویدئوش رو ببینید، چند دقیقه بیشتر وقتتون رو نمیگیره. بنابراین شار مغناطیسی عبوری از سیملوله برابر میشه با A ضرب در B ضرب در کوسینوس تتا. اول از همه من بگید کوسینوس تتا چقدره؟ خب سیملوله که یک همچین شکلی بود، من حالا شکلم خیلی خوب نیست، میدان مغناطیسی داخلش اگه جریان مثلا اینجا بود، این شکلی بود و میدان مغناطیسی موازی بود با خط عمود بر این حلقه های سیملوله، درسته؟ بنابراین تتا میشد 0 درجه، بنابراین کوسینوس تتا میشد 1. پس شار عبوری از سیملوله برابر است با A ضرب در میدان مغناطیسی، که بنابراین نتیجه میگیرم که شار برابر هست با K میو 0 A ضرب در N تقسیم بر L ضرب در جریان. این میشه شار عبوری از سیملوله. شار عبوری از سیملوله. قبوله؟ بنابراین من اگر آی رو تغییر بدم دارم شار رو تغییر میدم و بنابراین طبق قانون فارادی در درون سیملوله من ولتاژ القایی پدید میاد. خب صحبت از قانون فارادی شد، بریم سراغ قانون فارادی. قانون فارادی میگفت ولتاژ القایی برابر هست با منفی N دی شار به دی تی دیگه، درسته؟ برای سیملوله یا پیچه با N دو. اگر من این رو بذارم اینجا، این مساوی میشه با منفی N دی، بذارید بنویسیم K میو صفر A N اوم L ضرب در I به دی تی، درسته؟ خب دیگه من مطمئنم بعد از این همه جلسه این یک نکته رو در مورد مشتق از من یاد گرفتید که هر چیزی که نسبت به اینی که ازش مشتق میگیریم ثابت باشه و تغییر نکنه میتونیم از مشتق بیاریمش بیرون. الان کی تراوایی نسبی مغناطیسی هسته، میو صفر ای ان و ال همشون چیزای ثابتی هست، بنابراین من میتونم کلش رو بیارم بیرون از مشتق و بنویسم که این برابر هست با منفی چی میشه؟ منفی K میو صفر این N با این N ضرب میشه، میشه N به توان 2 A تقسیم بر L ضرب در D I به D
تی، درسته؟ یه بار حساب بکنید خودتون. درست. و این بالا من چی داشتم؟ این بالا من داشتم، این الان مساوی هست با اپسیلون. اون بالا من داشتم که منفی ال دی آی به دی تی برابر هست با اپسیلون ال برای همه عناصری که میتونن این ویژگی رو از خودشون عبور بدن، و این به طور خاص برای سیم لوله بود. من اگر به این دوتا نگاه بکنم میبینم که در این بالایی معادل ال این عبارته. در حقیقت این عبارت اگر برابر ال باشه، این دو فرمول دقیقا با هم یکی میشن، و از این نتیجه میگیرم که ضریب خود القایی سیملوله یا ال سیملوله برابر هست با منفی k میو صفر n2 a تقسیم بر ال. و همون جوری که میبینید این یک تابعی از هسته سیملوله، بذارید با یه رنگ دیگه مشخص بکنم، این یک تابعی از هسته سیملوله، یک ثابت کلی، تعداد دورهای سیملوله، مساحت حلقه های سیملوله و طول سیملوله، و کاملا مستقل هست از جریان، ولتاژ و و و. اینها همه مشخصات ساختاری یا ساختمانی مشخصات، بنویسم که یادتون بمونه، ساختمانی سیملوله هستن. و بنابراین من تونستم دقیقاً ضریب خود القایی سیملوله رو حساب بکنم و نشون بدم که مستقل است از همه ویژگی‌های مدار مثل جریان و ولتاژ و و و و، فقط تابعی از مشخصات ساختمانی سیملوله است. خب خیلی هم خوب، ما تونستیم این کار رو بکنیم. حالا من می‌خوام یک مثال ساده حل بکنم براتون تا یه خورده این براتون مشخص‌تر بشه. البته این فرمول نه، این فرمول که خب همیشه اینجوریه که بهتون یک سری عدد میدن و شما میذارید داخل این فرمول رو به دست میارید. سوالی که میخوام حل بکنم اینه، بذارید یک جای کوچولو این گوشه باز بکنم. سوال به ما گفته که یک سیملوله ضریب خود القاییش برابر هست با 0.4 هانری و جریانی که از این سیملوله میگذره فرمولش هست 4t - 3. یعنی به نسبت زمان جریان سیملوله این شکلیه، 4t، این t زمان هست، یعنی جریان تابعی هست از زمان به این شکل که این بر حسب آمپر، این هم بر حسب ثانیه. از ما خواسته نیروی محرکه القایی رو حساب بکنیم، اندازش رو، یعنی ال رو از ما خواسته اندازش رو. خب مثال خیلی ساده است، میریم سراغ چه قانونی؟ قانون القای الکترومغناطیسی فارادی. این مساوی میشه با L دی آی به دی تی، درسته؟ این قانون القای الکترومغناطیسی فارادی به صورت مستقیم نیست، من از قانون القای الکترومغناطیسی فارادی این رو به دست میارم، این در حقیقت هست دی شار به دی تی. پس این فرمول رو همیشه یادتون باشه برای سیملوله یا پیچه، که این معادل قانون القای الکترومغناطیس فارادی، یعنی دقیقا از اون به دست میاد. و این مساوی میشه با چی؟ خب ما نیاز داریم دی آی به دی تی رو حساب بکنیم دیگه. مشتق آی نسبت به زمان میشه چی؟ مشتق یک تابع خطی، خیلی راحت گرفتنش دیگه، مساوی میشه با 4، من اینو به خودتون میسپارم دقیق حساب بکنید، 4 آمپر به ثانیه. و بنابراین اپسیلون مساوی میشه با 0.4 ضرب در 4 که مساوی میشه با 1.6 ولت. خب خیلی هم خوب، پس در این ویدئو ضریب خود القایی سیملوله رو به صورت دقیق حساب کردیم و نشون دادیم هر چقدر تعداد دورها بیشتر بشه این بیشتر میشه، هر چقدر مساحت حلقه های سیملوله بیشتر بشه این بیشتر میشه، و هر چقدر طول سیملوله بیشتر بشه با ثابت بودن بقیه چیزها ضریب خود القایی کم میشه. و همچنین یک مثال خیلی خوب با هم حل کردیم در مورد نیروی محرکه القایی یا میزان نیروی محرکه در حقیقت خود القایی یک سیملوله با یک جریان خطی نسبت به زمان. در ویدئوی بعد میبینمتون. خداحافظ.